قسمت بعدی میرسیم به راهنمای کد سیم ها در سویچ اصلی. علامتی رو میبینید مانند بی 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 ای 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 سی 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 و کا الی آخر. در روبرو توضیحاتش داده شده. ولتاژ مثبت از خروجی جعبه تقسیم بدون ارتباط با سویچ اصلی، یعنی یک ولتاژ مستقیم باتری، یک ولتاژی که مستقیم از باتری میاد به جعبه تقسیم ما یا جعبه فیوز کالسکه ما میرسه، برق از اون که ما دریافت میکنیم رو اون شماره سیم رو به نام بی بی تعیین میکنن. شما دیگه مطمئن میشید که این ولتاژی رو که داره عنوان میکنه ولتاژ مستقیم باتری است. اگه پسوند یک بی رو برداریم، خروجی فیوز ما میشه ولتاژ مثبت از خروجی فیوزی که ورودیش چی هست؟ ورودیش بی بی هست، یعنی ولتاژ مستقیم باتری هست. اما از فیوز که میگذره با حرف بی مشخص میشه. حرف ای ای ولتاژ مثبت از خروجی سویچ، این الان ولتاژ از جعبه تقسیم عبور پیدا کرده، میرسه به سویچ در حالت یک یا دو هست. حالا حالت سویچ ها رو ما عنوان میکنیم. اگر که یکیشو برداریم مشخص میشه چی؟ خروجی فیوز ما هست. سی سی در حالت دو یا سه هست، سی بعد از فیوز هست، کاکا رو داریم یا کیکه رو داریم. من حالا زیاد رو این کلمات بخوام به انگلیسی صحبت کنم، سعی میکنم به صورت عمومی باشه که خیلی راحتر دوستان بتونم عنوان کنم. ولتاژ مثبت از خروج سویچ اصلی در حالت دو هست. خب وی وی رو داریم، کلید روشنایی برای روشن کردن چراغا بعد از فیوز، و حرف ام انشعاب منفی باتری یا بدنه. شما بسیار از این ام میبینید. اولین چیزی که ما داشتیم چی بود؟ MCSF بود. اگر یادمون باشه MCSF اولین اتصال بدنه‌ای بود که ما داریم. دقیقاً این میشه قطب منفی باتری که این بس میشه به کجا؟ به بدنه اصلی ماشین. برای اینکه ما در نقشه ها متوجه بشیم که هر عددی یا هر کدی که در کنار اون قطعه وجود داره به چه عنوانی هست، به چه رنگی هست، رنگ ها رو در اینجا جدولش برای ما مشخص شد. دقتی که باید بکنید این هست که این رنگ ها استفاده شده برای خودروهای پژو هست، مثل 206 هرشیا. در خودروی سمند، از اونجایی که خودروی سمند رو یک خودروی انگلیسی معرفی میکنن، رنگ ها به زبان انگلیسی هست، یعنی سفید وایت میشه، آبی میشه بلو، خاکستری میشه گرین، زرد میشه یلو، قهوه‌ای براون و الی آخر. کدهایی که شما اینجا میبینید کدهای زبان فرانسوی هستند. یعنی رنگ زرد جی ام، قهوه‌ای ام آر، سیاه ان آر یا قرمز آر جی و الی آخر، اینها کدهایی هستند که برای رنگهای فرانسوی استفاده میشه. حالا در کنار شما زبان انگلیسیتون اگر خوب باشه میتونید بگید که سفید وایت میشه یا وایت میشه، آبی بلو میشه، بیج و الی آخر رنگهایی که توی نقشه ها مشخص هستن. اما قسمت بعدی که میخوایم صحبت کنیم، بیایم ببینیم که یک نقشه وقتی به ما داده میشه هر کدوم از اون پارامترهایی که بر روش وجود دارن برای چه قسمتی هست. خب در وهله اول با حرف A نشون داده شده، M201 نشون دهنده اتصال بدنه ما هست. قطعه بعدی BB0 یا همون باتری، قطعه بعدی BB1 یا جعبه فیوز کالسکه‌ای. خب بهتره بر طبق حروف پیش بریم که دوستان راحت‌تر بتونن اونو دنبال کنن. می‌بینید در بالای یک قطعه یک کد داره 6240 و با حرف B مشخص شده، این کد قطعه ما هست. C شماره سیم هست، به طور مثال این سیم شماره 625 است. عموماً سیم ها در ابتدا و در انتهاشون هر دو به یک شماره هستند، 625 623 623. الا اینکه در وسط کار یک انشعاب دیگه‌ای
داشته باشن که اون شماره ابتدای سیم با انتهای سیم یکی نباشه، مثل M083 M623. جایی دیگه چیه؟ انشعاب دارن. یا اینکه بعضی مواقع میتونید ببینید قطعه 620 داریم، 621 یا 6211 داریم، جایگاهشون چیه؟ فهم کن نسبت به قطعه و نسبت به دستور دهنده‌ای که وجود داره. شماره ای فیوز ما رو مشخص میکنه، حرف دی شماره پین کانکتور رو مشخص میکنه. شما یک کانکتور یا یک سوکت رو که در نظر بگیرید در داخلش چندین پایه میبینید. وقتی که یک سیم به یکی از این پایه ها دقیقا مشخص شده باشه که کدوم یکی وصل میشه، شماره پین رو برای ما چکار میکنه؟ مشخص میکنه. یعنی که آقا از جعب فیوز کالسکهی BB1 یا BB10 پایه شماره 1 سیم وصل شده به پایه شماره 2 PSF یا حالا جعب فیوز اصلی که ما داریم. بعد از اون E, ABC, D, E و F هستیم. بله، شماتی که یک قطعه رو نشون میده، شماره G داریم که بعضی از قطعاتی هستن که ما توی اون نقشه ازش استفاده نمی کنیم، اما بر روی مدار ما چیه؟ تاثیرگذار است. میخواد بگه که قطعه 62-35 از پای شماره 12 خودش یک اطلاعاتی رو ارسال میکنه برای قطعه 80-80 یا کنترل یونیت فن. اینجا میبینید یک علامتی داره، شکل برف رو نشون میده، پس نشوندنده برای سرد کننده استفاده میشه. یعنی که شما میتونید از ظاهر یک قطعه تشخیص بدید که اون قطعه چی هست. بعد از اون شماره H رو میبینید که اینجا به خط پر هست، اما اینجا به صورت خط نقطه چین نشون میده که وابسته بودن این قطعه به اطلاعات دیگر موارد هست. به طور مثال دو تا پا رو کشیده که یک علامتی نشون داده، میشه گفت که علامت پدال هست. قطعه 10-03 میتونید مشاهده کنید فلشی که برای شما نشون داده شده دادن اطلاعات یا فرستادن اطلاعات رو نشون میده، یعنی که این قطعه اطلاعات میگیره قطعه 80-80، اما قطعه 10-03 اطلاعات رو میفرسته برای این قطعه پای شماره 8 که با نقطه چین مشخص شده. اینجا که اطلاعات فرستاده میشه به صورت حتی پر هست. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.